کتاب اثر استاد به نام جشن دکترا در جنگل هست. این تنها تابلوهای استاد تنهایی نبود که همه پرسونستی به همه اشایر باشن، همه شطور باشن، همه کاروان باشن، نه. توانای استاد در تمام زمین های میناتوریزم، سمبولیزم، اکسپرسونیزم، انتزاعی، رئالیسم، امپرسونیست بوده. و این هم یک نقاشی کلاسیک هست، نقاشی کلاسیک میناتوریست هست، منطقه با سبکای رنگ های امپرسونیستی. در اینجا تابلو یک دختر جوان هست، اونجا به جنگل و اینها جشن برپا کردن. ظاهرن یک فرش رنگ دختن اینجا و آواز میخوانن و از وسایل سنتی محلی استفاده میکنن. دو نفر اینجا در حال صحبت هستن و یکی هم بسیار افسرده و به چیزی میاند شما چی هست و تصویرهای تجسمی استاد دایر بر اینکه لباسهای بومی محل سوری افغانستان و هند یا این کشورها هست. این لباس ها به زیر را متعلق به مردم بومی اون مناطق میتونه باشه. اما دو طرف تابلو تیره هست. چرا تیره هست؟ نقاش خواسته که جلب نظر رو بیارد به جای نقاطی که لازم میده، جایی که نیاز هست و تفکیک رنگ ها هست. اما الهام هیچ از این تصاویر الهام استاد نگرفته. این یک اثر هست، اداره امضا هست، ابعاد تابلو هم 130 به 2300 هست و قسمت های چهار طرف تابلو رو استاد کلن رنگ‌های تیره زده تا بتونه این تابلو رو جلوه بده. و این شخص مینوازه چیزی رو به این شخص آواز میخونه و این هم از وسایل سنتی استفاده میکنه برای محفلی که دارن. لباس های بسیار زیبا ایمپرسیونیستی استفاده شده، رنگ لباس ایمپرسیونیستی. و در این قسمت هم تفکیک زیبرالات به فرد رو نمایان میکنه از چی مرز بومی هست شخص. و در این قسمت هم باز مجدد که فرد صحبت میکنه، چیزی رو میخواد پیام برسنه به این نقاشی شده. این هم یک از نقاشی سمبولیسم و زیبای استاد مسعود رضایی هست.